درود بر شما دوستان، صدای ما را از انگلیسی مستاب خوردن دوست و همراه زبان آموزان در فراگیری عالی زبان می شنوید. در این جلسه می خواهیم در خصوص لهجه صحبت بکنیم، موضوع بسیار مهمی که یادگیری شما را ممکنه تحت تأثیر قرار بده و در بسیاری از زبان آموزان ایجاد ابهام بکنه که من به کدوم لهجه باید صحبت بکنم. خودتون واقف هستید، هر اتفاق و رخدادی سه وجه داره: وجه شما، وجه آنان و وجه واقعیت. وجه ما اینه که خودمون اذیت بکنیم، دنبال این باشیم که فلان لهجه رو پیروی بکنیم و از فلان لهجه تقلید بکنیم، مثلا لهجه امریکن، لهجه بریتیش یا لهجه استرالیایی. وجه اونها به عنوان یک انگلیسی زبان که زبان اونها تبدیل به زبان علم و زبان تکنولوژی و به عنوان اولین زبان ارتباطات و تعاملات اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و بین‌المللی شده چیست؟ از نگاه یک انگلیسی زبان، این فرهنگ براش ایجاد شده که وقتی که زبان من تبدیل به زبان بین‌المللی شد، بدون شک از لهجه های مختلف، لهجه هندی، روسی، اسپانیایی، ایتالیایی، کره‌ای، ژاپنی، چینی و ایرانی، هر لهجه‌ای ممکنه بیان انگلیسی رو صحبت بکنن با لهجه خودشون. همچنین این موضوع براشون جا افتاده که در مقابل اینکه شما با لهجه بومی خودتون دارید انگلیسی رو صحبت میکنید، شما رو مسخره نکنن، به شما نخندن، از شما ایراد نگیرن. ممکنه اشکال شما رو به شما در صورتی که خودتون بخواید به شما گوشزد بکنن و کمک بکنن شما رو، البته بسیار محترمانه، اما این فرهنگ در اونها جا افتاده که شما رو مسخره نکنند. همچنین در مورد آزمون‌های بین‌المللی مثل آیلتس و توفل هم، اون کسی که داره از شما آزمون میگیره در آزمون‌های سپیکینگ، میبینید که طرف متوجه است و این دیدگاه درش ایجاد شده که شما به عنوان یک غیر انگلیسی زبان دارید آزمون میدید و این موضوع رو در نظر خواهند داشت که درست صحبت کردن شما ملاک است. در نظر داشته باشید که هند بعد از امریکا بیشترین تعداد افرادی رو داره که به انگلیسی صحبت میکنن و توانمندن. هندی ها لهجه خاص خودشون رو دارن وقتی که انگلیسی صحبت میکنن. بدون شک هر چقدر هم شما روان صحبت بکنید، به هر حال ته لهجه خواهید داشت. نگرانی ایجاد نکنید در خودتون که این موضوع باعث بشه که شما از یادگیری و هدف اصلیمون جا بمونید. شما زبانی که یه مقدار پیشرفت کردید، تفکیک لهجه ها برای شما کاری نخواهد داشت. امیدوارم که ما تونسته باشیم موضوع رو و اون پوینت اصلی رو انتقال داده باشیم و باعث شده باشیم که یه مقدار در شما شفافیت ایجاد بشه و در نظر داشته باشید داشتن خروجی، صحبت کردن درست و صحیح انگلیسی. اگر به لهجه خاصی هم میخواید صحبت بکنید، مداوم با یک لهجه صحبت بکنید. بین لهجه ها سویچ نکنید. براتون آرزو موفقیت میکنیم. پایدار باشید.